مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در برنامه تلویزیونی اخبار وزارت کارهای داخلی درباره مجازات دو ساکن شهر خوروخ برای قانون شکنی های ماموری خبر داد. هر دو قانون شکنی ها را بر اساس ثبت ویدیو کامیرا های مشاهدوی نصب شده در کوچه شیرینشو شوتیمور در مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان آشکار کردند. از جمله ساکن 46 ساله شهر خوروخ را دادگاه با جرم میدعو باشی به 15 شبونه روز حبس ماموری محکوم کرده است. و گفته مقامات خدایاربکوف اسدبگ شب 25 دکامبر با حرکت های ضد اخلاقی ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران و به حرکت واسطه های نقلیات در کوچه شیرینشاه شوتیمور مانع ایجاد کرده است. در برنامه اخبار وزارت کارهای داخله گفته شد که او حتی دستش را به طرف بنای شعبه میلیسیا کرده علامت بد اخلاقانه نشان داده است. در ثبت برگرفته از ویدیو کامیراهای مشاهدهوی دیده می شود که خدایاربکوف در حالی که مست و مست از بین روی ماشینگرد قدم میزد پیش روی ماشین ها را میگیرد و با دستش به طرف یک بنای روبرو اشاره دشنو میکند. خدایاربکوف در این برنامه از کردارش اظهار پشیمانی کرده گفت من سخت پشیمانم و از جوانان دعوت میکنم که عرق نخورند چون که عاقبت به یگان بدبختی میرساند. همین طور یک ساکن جوان خوروخ برای آن به 5 شبانه روز حبس ماموری محکوم کرده شد که شب 19 دکامبر در روی یخبسته در کوچه شیرینشاه شوتیمور نمایشکارانه ماشین تمغه مرسدسش را تاب داده به حیات و سلامتی خودش و دیگران خطر ایجاد کرده است. در ویدیو نشر شده در برنامه اخبار وزارت کارهای داخله دیده می شود که راننده با وجود آن که راه ها را قبط غفص برق پوشانیده است و راه یخ بسته است ماشینش را در یک جا چند مرتبه تاب می دهد و دیگر واسطه های نقلیات و راهگذران کوشش می کنند که طبق مقاله از دیوار کچ هزار از این ماشین دورتر بیستند. وزارت کارهای داخله نیز حرکت های راننده جوان را کجرفتاری و خودنمایی برای نشان دادن برتری خود نامیده است. دادگاه خوروخ علی نظرف مویسر سال تولد 1995 ساکن شهر خوروخ را با جرم میدعو باشی محکوم به حبس ماموری کرده است.